سلام بچه ها، به کانال World of Facts خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه لیست 10 تایی از تکراری ترین کلیشه ها در بازی های فایتینگ آماده کردم. فکر میکنم همه ما یه دوره عاشق بازی های فایتینگ بودیم و کسی نمیتونه این قضیه رو کتمان کنه. اما چیزی که شاید خیلی هم متوجه نشده باشن اینه که چقدر کلیشه توی این ژانر وجود داره. من امروز به 10 تا از این کلیشه ها اشاره میکنم. شماره 10، کاراکتر گنده و آهسته. خب توی بازی های فایتینگ ما کاراکترهای مختلفی داریم، اما چیزی که احتمالا شاید تا الان متوجه نشدید اینه که چقدر بعضی از اونا تکراری هستن. مثلا شما میتونید توی همه بازی های فایتینگ یک کاراکتر رو پیدا کنید که از نظر بدنی خیلی گنده است و بیشتر شما رو میگیره و روتون حرکت میزنه. این کاراکترها خیلی هم آهسته حرکت میکنن، اما همون ضربات کمی که میتونن به شما بزنن کلی از خونتون کم میکنه. یه لحظه بیایید فکر کنید به بیشتر بازی های فایتینگی که تا الان انجام دادید، احتمالاً همچین کاراکتری رو توش به یاد میارین. جالبه که اکثرنشون هم یا سیاه پوست هستن یا اینکه از روسیه بیان. اگر شما به این کاراکترها نزدیک بشید، اونا میتونن شما رو بگیرن و دهنت رو سرویس کنن. پس بهترین ادوایسی که میتونم بهتون بدم اینه: وقتی که دارید با همچین کاراکتری مبارزه میکنید، فاصله خودتون رو تا اونجایی که میشه حفظ بکنید. شماره 9، کاراکترهای بروسلی. خب دقیقا مثل کاراکترهای گنده و آهسته که شما میتونید توی همه بازی های فایتینگ ببینید، یه کاراکتر کلیشه‌ای دیگه هم وجود داره. اکثر بازی های فایتینگ سعی میکنن یه کاراکتر درست کنن که به صورت کاملا دقیقی از روی بروسلی الهام گرفته شده باشه. یعنی هم فنونی که طرف استفاده میکنه، هم لباسهایی که میپوشه و از اون گذشته صداهایی که در میاره، همه اینا بدون شک شما رو یاد بروسلی میندازه. باور کنید که تعداد همچین کاراکترهایی خیلی زیاده. من قبلا یه لیست 10 تایی منحصرا در مورد کاراکترهایی درست کردم که دقیقا از روی بروسلی درست شدن. البته اگر بخوایم کمی منصفانه به قضیه نگاه کنیم، نمیتونیم زیاد به بازی های فایتینگ ایراد بگیریم. بالاخره بروسلی یکی از مهمترین ورزشکارهای رزمی در طول تاریخ به شمار میره، هر کسی اونو میشناسه، پس طبیعیه که شما بخواید توی بازی خودتون از همچین کسی استفاده بکنید. شماره 8، اتک های پروجکتایل. خب اول از همه بیاید ببینیم اصلا اتک های پروجکتایل چی هستن. من میخوام در مورد اون فنونی صحبت کنم که شما فاصله زیادی از حریفتون دارید و بعد بهش یک چیزی پرت میکنید. حالا این میتونه تیر باشه، کمان باشه، یک جور چیزای جادویی. در هر حال از شما خارج میشه، یه مسیر رو طی میکنه و ممکنه به حریف بخوره. تقریبا بیشتر کاراکترها در بازی های فایتینگ همچین حرکتی دارن که فاصله خودشون رو زیاد میکنن و بعد یه چیزی به سمت حریف پرت میکنن. از جمله معروف ترین اونا میتونیم به هادوکان توی استریت فایتر اشاره کنیم، یا مثلا توی مورتال کامبات که فکر میکنم در حال حاضر محبوب ترین بازی فایتینگ به شمار میره، همه کاراکترها همچین اتکی دارن. مثلا ساب زیرو که به سمت حریفش یک سری یخ پرت میکنه اون طرف فریز میشه، و یا اینکه اسکورپین اون سلاح معروف خودش رو پرت میکنه. حداقل خوبی که اسکورپین داره اینه که میتونه طرفو به سمت خودش بکشه، اما بقیه فقط یک دمیج کوچیکی به حریف میزنن. به شخصه زیاد با این حرکات حال نمیکنم، چرا که استفاده از این حرکات باعث میشه شما فاصله خودتون رو زیاد بکنید و اینطوری اون تب و تاب مسابقه بخوابه. شماره 7، شرکت و امپراتوری شیطانی داشتن. اما خب یه چیز کلیشه‌ای دیگه در مورد بازی‌های فایتینگ وجود داره، اونم اینه که شخصیت منفی داخل این بازی فقط منفی نیستن، همشون باید صاحب یک شرکت و یا یک امپراتوری خیلی بدزاد باشن. کسایی که خودشون میان این تورنمنت های مبارزه رو برگزار میکنن تا به بقیه ثابت کنن از همه بهترن، اما همشون هم توی اون تورنمنت ها شکست میخورن و دهنشون سرویس میشه. بیایید یه نگاهی به بازی های فایتینگ مورد علاقه مون بندازیم تا بفهمیم توی همشون این تور شرکت ها وجود دارن. مثلا توی تیکن ما میشیما زایباتسو رو داریم، توی استریت فایتر شادولو، توی دد اور الایو دواتک، کلرنس دیک اولتراتک، و یا حتی توی بازی مارتال کامبت شما امپراتوری شاوکان دارید، حداقل توی اون چند تا ورژن اولی. اما ظاهراً شما فقط میتونید با وارد شدن به یک تورنمنت مبارزه‌ای دنیا رو نجات بدید. شماره 6، کاراکترهای اسرارآمیز. اما بیشتر بازی های فایتینگ باز یه سری کاراکتر کلیشه‌ای دیگه دارن که شما احتمالاً با اونا آشنایی دارید. معمولاً توی این تورنمنت‌ها یه کاراکتر وجود داره که ما هیچ چیزی در موردش نمی‌دونیم. نمی‌دونیم طرف از کجا آمده و نمی‌دونیم چه انگیزه‌ای داره. اونا کاملاً اسرارآمیز هستن و خب هیچ چیزی در موردشون مشخص نیست. این کاراکترها هیچ وقت به صورت کامل خوب و یا بد هم نیستن، یعنی امکان داره در بخشای از داستان اونا بیان دشمن شما بشن و باهاتون مبارزه بکنن و بعد در بخشای دیگه به صورت کاملا عجیبی بیان ازتون دفاع بکنن.
شما همچین کاراکتری احتمالاً توی خیلی از بازی‌های ویدیویی دیدید و نمیدونم چه اصراریه که همیشه همچین چیزی وجود داشته باشه. یه چیز دیگه هم میتونیم در مورد این کاراکترهای اسرارآمیز بگیم که در بیشتر موارد صدق میکنه، اونم اینه که اکثرا نینجا هستن، همیشه لباس‌های سیاه میپوشن یا صورتشون مشخص نیست و یا اگه مشخصه یک عینک دودی خیلی عجیب دارن تا اسرار کاملاً ازشون بباره. شماره 5، تغییر رنگ. خب انصافا اگه بخوایم صادق باشیم، این یکی بیشتر توی بازی‌های قدیمی‌تر فایتینگ صدق می‌کرد. توی اون دوره اگر شما می‌خواستید یک کاراکتر جدید درست کنید، کار خیلی ساده‌ای داشتید. تنها کاری که باید می‌کردید این بود: بگیرید رنگ لباس کاراکتر رو تغییر بدید و اینطوری یک چیز جدید درست می‌کردید. فکر می‌کنم از همه داغون‌تر مربوط به مورتال کمبات باشه، چرا که گرفته بودن یه نینجا درست کرده بودن، رنگ لباس اون رو مثل رنگین کمون عوض می‌کردن و اینطوری کلی کاراکتر جدید به وجود آوردن. توی اون دوره‌ها بازی‌های ویدیویی بودجه خیلی زیادی نداشتن، به همین دلیل تمام تلاش خودشون رو می‌کردن در خلق هر چیزی صرفه‌جویی بکنن. و خب چه چیزی از این راحت‌تر که بگیرید یک کاراکتر جدید و فقط با تغییر رنگ لباس به وجود بیارید. تازه توی مورتال کمبات من فقط به نینجا اشاره نمی‌کنم، کاراکترهای خانم هم فقط رنگ لباسشون تغییر می‌کرد و دقیقاً یک استایل داشتن. خوشبختانه وقتی که بازی‌های ویدیویی یکم بیشتر پولساز شدن و تکنولوژی بیشتر پیشرفت کرد، دیدیم که همه اون کاراکترها لباس‌ها و شخصیت‌های منحصر به فرد خودشونو پیدا کردن، اما هیچ‌وقت خاطرات اون نینجاهای رنگی کمانی از ذهن ما پاک نمیشه. شماره 4، کاراکترهای جنسیت زده. خب یه لحظه وایسین، همتون میدونید که من چه جور طرز فکری دارم. من فقط نمیخوام در مورد خانم ها توی بازی های فایتینگ صحبت کنم، چرا که همشون لباس های عجیب و غریب پوشیدن و مشخص نیست چطوری میتونن با اون بدن حرکت های رزمی بزنن. من فقط نمیخوام به خانم اشاره کنم، نه، حتی آقایون هم توی بازی های فایتینگ به صورت کامل جنسیت زده و یا همون اوور سکشوالایز هستن. مثلا ببینید چه اندام های خیلی گنده ای دارن، همشون ظاهر خوبی هم دارن، از اون گذشته بنا به هر دلیلی دوست دارن لباس خودشونو در بیارن. شما همچین کاراکترهایی توی بیشتر بازی های فایتینگ از جمله استریت فایتر و تکن میتونید ببینید. دیگه کم کم این قضیه اصلا توی بازی های فایتینگ پذیرفته شده، اینکه کاراکتری خانم توی این بازی همشون باید خوشگل و زیبا باشن و کاراکتری آقا همشون گنده و سرسخت. ظاهرا این مفهومیه که ما از کاراکترهای بازی های فایتینگ توی ذهن خودمون ایجاد کردیم و اصلا هم چیز بدی نیستا، فقط دارم میگم کم کم دیگه داره کلیشه میشه. اصلا توی بازی های فایتینگ شما فقط در حالتی کاراکتر زشت میبینید که خب به بخش کمدی داستان کمک بکنه. شماره 3، باس های ناعادلانه. خب درست کردن باس توی بازی های فایتینگ خیلی سخته، چرا که اکثرا اینطوریه که شما میتونید در بخش ورسس مود از این باس هم استفاده بکنید و به جای اونا بازی بکنید. به همین دلیل باید همه کاراکتر رو در یک سطح درست کنن، به طوری که یکی از اونا نسبت به بقیه خیلی قوی تر نباشه. اما خب اینجا یه مشکل به وجود میاد وقتی که شما قراره یک باس برای بازی‌های فایتینگ درست کنید، چرا که نمیتونید اونا رو در حد و اندازه بقیه مبارزه تعیین بکنید، باید اون قوی تر باشه. خب چه کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم از دم دستی ترین ایده‌ای که به ذهنمون رسید اشاره بکنیم. باس‌ها رو طوری درست بکنیم که هر ضربه‌شون یک چهارم خون ما رو بگیره کم بکنه. همه ما کاراکترهای باس توی بازی مورتال کمبات و یا تکن رو به ذهن داریم که چقدر ناعادلانه بودن. هر ضربه اونا تقریبا یک چهارم از خون ما رو به صورت کامل می‌برد. از اون گذشته اتک های پروجکتایل، همونایی که بهشون اشاره کردم، معمولا روی این باس‌ها تأثیر نداشتن و شما نمیتونستید اونا رو بگیرید. بعضی وقتا اصلا وقتی شما بهشون ضربه می‌زدید اونا هیچیشون نمی‌شد و همینطور مستقیم جلو می‌اومدن. دیگه کم کم این باس‌ها تبدیل شدن به یکی از کلیشه‌های بازی‌های فایتینگ و متأسفانه ما ظاهراً اونا رو قبول کردیم. شماره 2، ورژن شیطانی کاراکترهای مثبت در بازی‌های فایتینگ. خب بازم یکی دیگه از کلیشه‌ای که به نظر من واقعا دیگه ان استفاده از اون در اومده. شما هر موقع ایده‌ای نداشتید که چطوری میتونید یک کاراکتر منفی باحال درست کنید، میتونید از این روش استفاده بکنید. یک کاراکتر محبوب از فرانچایز خودتون رو بگیرید و بعد یک ورژن شیطانی از اون درست بکنید. اینطوری همه جذب میشن. مثلا توی بازی تیکن ما جین و ایویل جین رو داریم، توی استریت فایتر ریو و ایویل ریو، و حتی توی مورتال کامبت ما لوکنگ و ورژن رونننت اون رو داریم. تقریبا اکثر بازی های فایتینگ اومدن از این کانسپت استفاده کردن و این دلیل شده که دیگه اون یک جور کلیشه به حساب بیاد. شماره 1، اوورکیل. خب یکی دیگه از چیزایی که من هیچ وقت نتونستم توی بازی های فایتینگ درکش بکنم و به نظر من کلیشه خیلی داغونیه، اوورکیله.
مثلا شما توی مبارزه بدترین حرکات رو روی حریف خودتون میزنید، مثلا توی مورتال کامبات تقریبا میگیرید چش و چال طرف رو در میارید، استخوناش رو خورد میکنید، اما اون هیچ بلایی سرش نمیاد تا زمانی که خونش تموم بشه. یا مثلا توی اینجاستیس طرف رو میگیرید، از کره زمین خارج میکنید، اتوبوس میزنید روی کلش، دایناسور اونو گاز میگیره اما بازم نمیمیره، در واقع هیچیش نمیشه. مرگ فقط زمانی اتفاق میفته که شما توی داستان خودتون به اون اشاره بکنید، و اینطوری هم هست که هیچ کاراکتر توی بازی های فایتینگ به صورت کامل نمیمیره، معمولا اونا رو به هر روشی که دوست داشته باشن دوباره زنده میکنن تا اینطوری بتونن یک دنباله خیلی خفن درست بکنن. اما به نظرم یه کانسپت دیگه هم توی مبارزه ها میتونه رعایت بشه. مثلا شما گرفتید بدترین حرکات رو روی حریف خودتون زدید و اون خونش تقریبا تا آخرشه، اما با این حال طوری عمل میکنه، طوری حرکات خودش رو میزنه انگار سالم سالمه. فرض کنید بازی های فایتینگ اینطوری بودن، همون اول که هر دوتای شما خونتون پره، ضرباتتون قوی تره و چابکی بیشتری دارید، اما هرچی خونتون کمتر میشه و بیشتر آسیب میبینید، هم سرعتتون کمتر بشه و هم ضرباتتون دمج کمتری وارد کنه. به نظر من خیلی کانسپت باحالیه. خیلی دوست دارم بدونم نظر شما چیه. حتما توی کامنت ها با هم به اشتراک بذارید. اما خب اینم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم کلیشه دیگه میشناسید؟ حتما با ما در میون بذارید. در هر حال اگر با ویدیو امروز حال کردید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو می‌کنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.